سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی باشه. سمانه هستم از HSTV. به کانال ما خوش اومدین. امروز یه ولاگ داریم از اولین سفر برون شهریمون به شهر کلگری. حدود یک ماه پیش تصمیم گرفتیم که بعد از 8 ماه اقامت توی ادمونتون اولین سفر برون شهریمون رو داشته باشیم، ترجیحاً سمت کلگری و بنف، تا هم یه تنوعی برامون باشه و هم یه علت اصلی تر که باعث شد این سفر رو داشته باشیم کنسرت مهم. من و حسین تصمیم گرفتیم که توی این ولاگ یه سری از جای دیدنی کلگری رو بهتون نشون بدیم و قسمت اصلی سفر که مربوط میشه به کنسرت مهم و سفرمون به کانمور و بنف. البته ما تصمیم داشتیم ساعت 5:06 صبح راه بیافتیم که زودتر برسیم کلگری و فرصت بیشتری داشته باشیم که جای دیدنی رو ببینیم، ولی خب از اونجایی که خیلی سرخیز هستیم و همیشه عادت داشتیم ساعت 5 صبح میرفتیم کوه، طبق معمول ساعت 12 نیم راه افتادیم. تموم شد؟ خیلی تاثیر گذار. خب همینجوری که سمانه گفت، ما قرار بود ساعت 5 صبح راه بیافتیم بریم سمت کلگری، ولی الان ساعت تقریبا 1:38 است. خیلی عالی عمل کردیم ما، ولی در کل یعنی شانس نداریم. میدونی چرا؟ همه میگفتن آقا زود حرکت کنید که قسمت‌های قشنگ جاده رو ببینید. مثلا اینجا الان یه عالمه برکست و اینجور چیزاست، همه جاده سرسبز حال می‌کنید، ولی اینقدر دوده الان توی این مسیری که داریم میریم سمت کلگری که هیچی دیده نمیشه. تا اینجای مسیر کلن همه جا دود بود. از اتاق فرمان میگن چرا؟ بله سامانه میگه چرا؟ چون که ما یه مشکلی داریم توی ادمونتون و کلن توی سمت غرب کانادا. تابستونا یه خورده که هوا گرمتر میشه، گرم منظور بشه 30 و 40 درجه نیست، الان هوا 24 درجه است. 24 درجه برای اینجا خیلی گرم حساب میشه، چون ما در کل سال مثلا هوا تا منفی 40 و 50 هم میره، ولی یه سری ویروس هستن، نمیدونم ویروسش چیه، چه مرگیه، ویروسه میره و این درخت های سرسبز رو از داخل میپوپونه. درخت سالم ها برگاش همه قرمز شده، خود درخت هم قرمز میشه، داخلش پوک میشه و مثل خاکره داخلش چوب جمع میشه و یه خورده حرارت بهش بخوره از داخل آتیش میگیره. به خاطر همین یه سمانم از پشت دوربین میگه بگو از داخل آتیش میگیره، از داخل آتیش میگیره. بچه امروز اسپانسر برنامه رو معرفی کنیم، راکستار با تم بلکبری از کشور مولداوی. به به، دارم که حمایت خیلی خوبی از ما داشته باشن. بریم برای ادامه سفر. خب این حالشه، اونجا هم آشپزخونشه، دو تا اتاق داره که میره بالا،
اینجا هم که پله میخوره میره پایین. چه اینم بیسمنت خونه است که یه تیوی روم داره. اینم هم دستشویشه که دقیقا مثل هم دستشوی خونه خود. چیز خاصی نداره اینجا. اینه که منم حسین. خب اینم اتاقمون، یه اتاق دو نفر است که یه نورگی اینجا داره، یه کموده که فکرم خالیه، برای خالی اینه برای وسایل هست. یه کموده هم اینجا داره که اینجوریه، پتوی اضافی گذاشته، یه بری هم که ملافه اضافی گذاشته، یه کمد اینجوری هم بوده شکل خالی. همین هم یه چراغ مطالعه هم هست اینجا که من زیاد مطالعه میکنم بتونم استفاده کنم. ما رسیدیم به داونتاون کلگری و بسیار بسیار اینجا آلوده است هواش. اتفاقا چند روز پیش با بابام داشتم صحبت میکردم، گفتم اینجا خیلی تمیزه هواش، بکنم چش زده. بچه ما اومدیم وسط شهر کلگری و یک کوچه پایین تر ما ماشین رو پارک کردیم و خدا شکر جای پارک پیدا شد و الان باید بریم سمت سالن جک سینگر هال که ما اینجا اونجا کنسرت داره. بریم با هم دیگه اونجا رو هم ببینیم. خب بچه ما اومدیم جای ساختمان کنسرت جک سینگر هال، جک سینگر کنسرت هال، و تا 45 دقیقه دیگه آقای معین اینجا اجرا خواهد داشت. میریم داخلش و ادامه داستان و یه صحنه‌ای هم از کنسرت براتون میذاریم. خیلی تصادفی الان که ما اومدیم اینجا یه فستیوال هم سمت چپمون این سمت برگزار شد که بهتون نشون میدیم فیلماشو. یه سری از صحنه‌های اونجا رو میذارم براتون که لذت ببرید. Thank you.
سفر عشق شدیم. تو را دعوت می کند به یکی را دوست داشتن و راه عاشقی را تا کعبه نشان می دهد.
Yes.
اصفهان هم می‌کنم دیگه، میشه اصفهان. Oh,
منو میخواست تو نگاه تو میموندم اگه دستان مال من جون به دستان بسپردم اگه اسممو میخوندی دیگه از یاد نمیموندم اگه با من تو میموندی همه دنیا رو این انرژی مثبت، این انرژی پاک و صمیمانه شما عزیزان هست که منو همکاران اگه هستید این از احساس قشنگ شما عزیزان هست.
I'm gonna make you mine.
شبت بخیر.